با سلام به شما بینندگان خوب تلویزیون راه کارگر، من داریوش ارجمندی برنامه امروز تلویزیون رو تقدیم حضورتون میکنم. در طول 4 دهه گذشته شاهد تحولات مشخصی در سیاست‌های نظام سرمایه‌داری جهانی بودیم. دستاوردهای جنبش کارگری در این سالها، در سالهای پس از بحران جهانی سرمایه در دهه 30 میلادی، یک به یک مورد هجوم قرار گرفتن و اون چیزی که به عنوان دولت رفاه مشهور شده بود، امروز در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری و در همه کشورها در حقیقت میشه گفت که سلاخی شده و میشه. شکاف طبقاتی میان 0.1% ها و بقیه بشریت امروز به اندازه بی سابقه افزایش پیدا کرده و خطر نابودی کره زمین و حیات انسان و همه موجودات زنده به یک واقعیت وحشتناک و انکار ناپذیر تبدیل شده. در توضیح این واقعیت ها بسیاری مسئله جهانی سازی، جهانی شدن سرمایه و نئولیبرالیسم رو به عنوان عامل مطرح میکنن. اما آیا میشه که نئولیبرالیسم رو از کلیت نظام سرمایه داری جدا کرد؟ آیا اطلاق همه این فجایع به نئولیبرالیسم پاسخگوی همه این واقعیت وحشتناک هست؟ نظام سیاسی کشورهای مثل ایران چه نقشی در ایجاد وضعیت اقتصادی موجود و از جمله اون فساد گسترده و خانمان براندازی که در کشور مشاهده هستیم ایفا میکنه؟ در این رابطه تصمیم گرفتیم به پای صحبت با مهرداد وهابی، نویسنده، پژوهشگر و استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس بنشینیم. مهرداد وهابی سلام و سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای داریوش ارجمندی و بینندگان تلویزیون. اخیراً شما به همراه دوست و همکارتون ناصر مهاجر در حال تهیه و نگارش تزی هستید در ارتباط با اونچه که سرمایه‌داری سیاسی نامیدش. سخنرانی هم در همین رابطه داشتید در پاریس که از جمله در سایت ما هم به نمایش در اومده. اگه اجازه بدید از همین موضوع شروع بکنیم و اینکه چرا شما از نئولیبرالیسم به مسابقه اون گرایش اصلی در نظام سرمایه داری در جهان صحبت نمی کنید، در جهان و ایران باید گفت، و سرمایه داری سیاسی رو به عنوان یک پدیده مطرح می کنید؟ بسیار پرسش مهمی هست آقای ارجمندی. این پرسش بلخص اجازه بدید نگاهی بیاندازیم بر چیزی که در ایران نئولیبرالیسم نامیده شده، به خاطر اینکه برخی از مفاهیم از کنتکست خودشون اگر دور بیفتن و بار جدیدی پیدا کنن اساسا میتونن به اصطلاح ازشون مفاهیمی در واقع استخراج بشه که ربطی به اون کنتکست اولیه نداره. بگذارید اول یک ملاحظه‌ای رو در نظر بگیریم. همه ما می‌دونیم که برنامه خصوصی سازی‌ها پس از پایان جنگ 8 ساله با عراق در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی در 2 دور با عنوان تعدیل ساختاری و به اصطلاح برنامه خصوصی سازی‌ها به اجرا گذاشته شد و این برنامه در عمل منجر شد به اینکه بخشی از دارایی‌های دولتی به اون بخشی که موسوم به شبه دولتی در ایران منتقل بشه. منظور از شبه دولتی ها عبارت استش از بنیاد مستضعفان، ستاد هیئت های اجرایی امام که بعد از پایان جنگ شکل گرفت و نیز بعد از پایان جنگ با حضور سپاه پاسداران در اقتصاد، ابتداعا تعاونی سپاه و سپس ستاد در واقع مثلا قرارگاه خاتم الانبیا، این مداخله سپاه پاسداران هم در اقتصاد تکمیل کرد. مداخله هایی که قبلا نهاد فراقانونی ولایتی، ولایت فقیه در واقع در کشور داشت و بر اونها همچنان باید اضافه کرد آستان تولیت قدس رضوی، کمیته امداد امام و بسیاری دیگری از نهادهای مشابه که در ایران موسوم به نهادهای انقلابی هم بعضا هستند. به این عنوان که اولا
جزو نهادهای دولت رسمی محسوب نمیشن، ورای مقررات و قانونگذاری های دولتی هستند. به همین دلیل هم هیچ گونه حسابی قرار نیست حتی به مجلس پس بدن. کسی جز ولی فقیه ناظر بر اعمال اونها نیست و اونها گزارشات سالیانه رو به شخص ولی فقیه و به نمایندگان اون میدن و الا از هر گونه قید و بندی، حتی قید و بندی های رسمی دولتی معاف هستن. و نیز اونها رو ما بخش پس به این معنا دولتی نمیدونیمش، ولی خصوصی هم نیستن، به خاطر اینکه از همه مزایای بخش دولتی، اعم از تخفیف‌های مالیاتی، ارزهای ترجیحی و غیره و اعتبارات، خطوط اعتباری گسترده‌ای برخوردار میشن، مضافه بر اینکه از اسکله‌های غیرقانونی برخوردارن، از شبکه‌ای از درآمدهای مرمر برخوردارن که اخیراً آقای در واقع ظریف از اونها به عنوان پوشویی‌های به اصطلاح میلیاردی صحبت کردن. این پوشویی‌های میلیاردی واقعیت امر از نوع عملکرد این نهادهای در واقع شبه دولتی حاصل میشه. در دوره آقای رفسنجانی مسئله خصوصی سازی ها فاز اول آغاز شدنش بود بعد از دولت میرحسین موسوی و حدوداً 6.9% به اصطلاح بخش دولتی منتقل شد از بخش دولتی به شبه دولتی، یعنی این نهادهایی که خدمتتون عرض کردم. خصوصی سازی به این اعتبار در ایران موسوم شد به خصولتی یا خودمانی سازی. این اصطلاح از همون دوره آقای رفسنجانی شکل گرفت. در دوره آقای خاتمی این روند متوقف نشد. میزان در واقع انتقال اموال بخش دولتی به شبه دولتی کاهش پیدا کرد، یعنی معادل 4.1% بود و این روند همچنان در دوره آقای احمدی نژاد ادامه پیدا کرد و در این دوره، در دوره آقای احمدی نژاد 8 ساله ریاست جمهوری او به اوج خودش رسید. اگر شما جمع بزنید اون دو رقمی رو که خدمتتون عرض کردم، 6.1% در دوره آقای رفسنجانی، 4.9% در دوره آقای خاتمی، هر کدوم اینا 8 سال ریاست جمهوریشون به طول انجامید، یعنی دو دوره، مجموعاً 11% در واقع انتقال های از بخش دولتی به شبه دولتی در این دو دوره صورت میگیره. در دوره آقای احمدی نژاد 89% این انتقال ها از بخش دولتی به شبه دولتی صورت میگیره. قابل ذکره که در دوره آقای احمدی نژاد ما با یک انفجار درآمدهای نفتی به میزان 4 تا 5 برابر حتی روبرو هستیم. در سالهای 2008 2009-2010 یواش یواش بحث این مطرح می شد که این درآمدهای نفتی بتونن به $200 برسن و این درآمد نفتی حدود 700 و خورده هزار میلیارد در واقع دلار درآمد هنگفتی بود که آقای احمدی نژاد به تنهایی به دست آورد در این دوره حاصل شد، در قیاس با مجموعه درآمدهای دوره آقای خاتمی و رفسنجانی تقریبا 3 برابر این درآمدها میشه. خب این درآمدها بخش عمده ایش و استحصال درآمدهای نفتی بخش عمدهش واگذار شد به همین نهادهای شبه دولتی، از جمله و به ویژه به قرارگاه خاتم الانبیا. ما به ازای این درآمد ارزی خریداری بخش دولتی توسط شبه دولتی بود، یعنی در واقع یک جور تملک اموال بخش دولتی بود به شبه دولتی. اگر ما به این اعتبار بخوایم کسی رو در ایران مسئول خصولتی سازی یا خودمانی سازی معرفی کنیم، باید بگیم آقای احمدی نژاد. آیا میشه آقای احمدی نژاد رو نماینده نئولیبرالیسم در ایران تلقی کرد؟ من این پرسش رو برای همه دوستانی که در واقع از اصطلاح نئولیبرالیسم استفاده میکنن، مقاله‌ای هم من اخیراً دیدم از یکی از این عزیزان که مطلبی نوشته بود، گفته بود که نئولیبرالیسم مفهومی است که همه مارکسیستا و چپا به کار میگیرن و اونهایی که این پدیده رو مورد پرسش قرار میدن، مورد چالش قرار میدن در ایران، حتما طرفدار تعدیل ساختاریان. عین عبارتش بود که عموماً جریان اصلی اقتصاددانان و طرفداران برنامه تعدیل ساختاری در واقع از این مفهوم نئولیبرالیسم به مورد پرسش قرار میدن، وگرنه تمام بخش بزرگی از اقتصاددانان و روشنفکران چپ از این دفاع میکنن. من میخوام از شما اجازه میخوام قبل از اینکه بگم حالا چپ چی میگه راست چی میگه، قبل از همه تأمل کنیم داریم راجع به چه صحبت میکنیم. سخته مثلا فرض بفرمایید که آقای پوتین رو در روسیه یا آقای احمدی نژاد رو یا آقای شی رو در چین با مسئول نئولیبرالیسم بدونیم.
به همین اعتبار بسیار سخته که آدمی مثل ترامپ رو ما مسئول نئولیبرالیست بدونیم. گفتن این عبارت ها که این نئولیبرالیست در هر کشوری یه شکل خاص پیدا میکنه، نوع ایرانیش مثلا شده احمدی نژاد، نشان از این داره که ما تأمل کافی در مفهوم نه لیبرالیسم کردیم، نه نئولیبرالیسم کردیم و نه رابطه لیبرالیسم با سرمایه‌داری کردیم. ازتون الان اجازه میخوام که برگردم به این که نئولیبرالیسم کجا شکل گرفت و چه معنایی پیدا کرد. ببینید، کلمه لیبرالیسم بعد از جنگ جهانی دوم از 1945 تا 1968 یا 1973 کلمه لیبرالیسم در واقع مورد پرسش بود. به یک معنا باید گفت که لیبرالیسم قبلا در دوره بین دو جنگ بود، در اقتصاد کسی که ازش جانبداری روشنی میکرد پروفسور پیگو بود در دانشگاه کمبریج، و اونها مدافعی بودند که دولت در اقتصاد نقشی نداشته باشه. لیبرالیسم دوره بین دو جنگ از عدم مداخله دولت در اقتصاد صحبت میکرد. و حال اون که جان مینارد کینز که یک لیبراله و متاسفم که باز هم بسیاری از دوستان اقتصاددان و خودشون رو چپ میدونن و کینزگرا شدن، اینها فکر میکنند که مثلا کینز نماینده سوسیال دموکراسیه به معنای مثلا کارل کاوتسکی یا سوسیالیست بوده. به هیچ وجه، کینز یک لیبرال بوده، در نقد مارکس اندیشه های مارکس رو مانند یک به اصطلاح قصر کاغذی میدونه که با فوت او فرو میتونه بریزه. او اعتقاد داشت که برای حفظ نظام سرمایه‌داری دولت باید نقش فعالتری در اقتصاد به عهده بگیره، و این رو از لحاظ اشتغالزایی و نیز از لحاظ پایان دادن یا تخفیف دادن به یک رشته از بحران‌ها ضروری و لازم می‌دونست. من وارد مباحثات کینز نمی‌شم، ولی می‌خوام این رو بگم که در اندیشه کینز مبانی بود که بعداً موسوم شد همراه با اقدامات روزولت به نیو دیل روزولت. خب، دولت رفاه یک مجموعه از قضایا هست که خاص فقط جنگ جهانی دوم هم نیست. عناصر اولیش رو در دوری جنگ جهانی اول و بین دو جنگ می شدید و بعد از دو جنگ در واقع در اکثر کشورهای موسوم به OECD 16 کشور صنعتی جهان رایج شد. این برنامه مداخله دولت در اقتصاد برای کاهش سیکل‌های اقتصادی از سال 1945 تا سال 1973 در مجموع ادامه داشت. 73 رو من میگم به عنوان اولین شوک نفتی. خب، باید هم در اینجا یک اشاره بکنم به این که این دوره از نظر کسانی که لیبرال بودند در بین دو جنگ، کینز یک نئولیبرال بود و اصلا از این اصطلاح هم استفاده کرد، ولی ما الان که قضارا رو نگاه میکنیم داریم به دوره بعد از جنگ نگاه میکنیم. به این اعتبار میتونیم بگیم اندیشه کینز اندیشه لیبرال بود، یعنی فکر میکرد در اندیشه لیبرال باید یک رابطه مکمل بین بازار و دولت برقرار بشه و نقایص بازار از طریق دولت جبران بشه. خواهش میکنم این نکته رو در نظر داشته باشید. من میتونم در جای دیگه باز بهش برگردم. دولتی شدن به معنای اجتماعی شدن نبود. این نقش دولت در اقتصاد گرفتن، به عهده گرفتن یک رشته از امور در دست خودش رو باید به عنوان کمیته مشترک طبقه سرمایه‌دار دونست. باید این رو اشاره کنم. روزولت مورد اعتراض بسیاری از سرمایه‌داران آمریکا بود. به یک معنا سرمایه‌داران آمریکا مرتباً علیه نیو دیل روزولت به اصطلاح کارشکنی می‌کردند. ولی کاری که در واقع روزولت کرد به نفع عمومی طبقه سرمایه‌دار بود. و این یکی از ویژگی‌هایی است که در یک طبقه گروه‌ها و دسته‌بندی‌های جداگانه‌اش میتونن سر ناسازگاری و رقابت داشته باشن و به منفعت دست جمعیشون کمتر فکر کنن. پاره ای اوقات دولت به نفع کلی طبقه خودش عمل کرده. این حداقل در دوره به اصطلاح دولت رفاه اتفاق افتاده. دولت رفاه به هیچ وجه نمایشی از سوسیالیسم نیست. دولت رفاه نوعی از سرمایه‌داری بعد از جنگ، ارتباط داره با 30 سال جنگ و خود این هم قابل تأمله که به دلیل اون همه کشتاری که در جنگ شد، بیوه ایجاد شد، معلول جنگی ایجاد شد، به دلیل اینکه اینها رو در واقع یک جوری اولا تشویق به جنگ کنن
وارد جنگ با کشورهای دیگه ای سرمایه کنن، و ثانیاً به این مشکل کمبود همبستگی ملی و اینکه پاداشی بدن به این ایثار و اینکه خطر مبارزات اجتماعی تهدیدشون نکنه، به نفع کلی طبقه سرمایه‌دار بود که دولت یه سری چیزهایی رو به دست خودش گرفت و اداره کرد. خب این مسیر در 1973 با شوک پترولی، با شوک نفتی دچار چالش شد. مهمترین مشکلی که دچار شده بود در این دوره رقم‌های بالای تورم بود که در 1973 با یه پدیده روبرو میشه، هم تورم و هم رکود توأمان. تورم و رکود توأمان اندیشه های کینز رو، اندیشه های لیبرال کینز رو از جانب اقتصاد پول محور یا مونتاریست زیر پرسش برد. مهمترین سردمدار این اندیشه میلتون فریدمن از دانشگاه شیکاگو بود و حاصل این هم این بود که اونها گفتند نباید برخلاف اقتصاد کینزی دولت انقدر مداخله داشته باشه، ما باید دولت رو کوچک کنیم. بنابراین اینها خودشون یک جوری برگشتن به لیبرالیسمی که در فاصله بین دو جنگ بود و به این اعتبار از نئولیبرالیسم استفاده شد. طبعا برنامه اجرایی نئولیبرالیسم 1979 با امر خصوصی کردنهای گسترده توسط خانم مارگارت تاچر در انگلستان و نیز ریگان در دهه 80، ابتدای دهه 80 به انجام رسید. خب نئولیبرالیسم در اینجا یقیناً به معنای کاهش نقش دولت بود و تبدیل شدن دولت به رگولاتور اقتصادی، یعنی تنظیم کننده. دولت به عنوان مالک عقب نشینی کرد و نقش رگولاتور رو در اقتصاد بازی کرد. این دوره که موسوم به دوره نئولیبرالیسم به گمان من از 1979 در عمل آغاز میشه، اگرچه دکترینش، اندیشه هاش از زبانی که میلتون فریدمن سخنرانیش رو برای بردن جایزه نوبل در 1968 گرفت آغاز میشه و طی سال 73 بر اثر شوک نفتی یک ابعاد مهم فکری به خودش میگیره و تقریبا در 73 هستش که تمام دولت‌های به اصطلاح غربی شروع میکنن دونه دونه یک سری پرسش‌هایی رو در مورد اندیشه کینزی صحبت کردن. این جریان، جریان لیبرال نوشده است که اعتقاد داره مجدداً به این که نقش دولت در اقتصاد باید کاهش پیدا کنه. بنابراین ما دو تا جریان داشتیم، لیبرال دوره کینزگرا که خود اون دوره کینزگرا نسبت به دهه 30 میشد گفت بهش نئولیبرال، و نئولیبرال جدید یعنی کسی که دو مرتبه میگه آقا برگردیم به فاصله بین این دو جنگ و دولت رو کوچک کنیم. من میخوام بهتون بگم که در عمل چه اتفاقی افتاد. در عمل این دوره نئولیبرالیسم با رشد بازارهای مالی مشخص شد. اجازه بدید صراحت بدم، تصریح کنم که منظورم از بازار مالی عبارت از ادغام بانک ها با بخش صنایع نیست، اونطوری که در دوره لنین در اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 شروع شد و به خصوص در آلمان انجام شد. منظورم بازار بورس، یعنی اینکه از وساطت نقش بانک ها در عرضه و تقاضای سرمایه نقشش کاسته میشه و بورس به طور مستقیم متقاضیان سرمایه و عرضه کنندگان سرمایه در رابطه با هم قرار میده و بانک ها مثل دیگر فعالین بازار بورس شروع میکنن نقششون رو به عنوان یکی از عوامل بازار بورس و عوامل سازمان یافته بازار بورس در کنار صندوق های بازنشستگی، صندوق های تعاون و اون چیزی که موسوم هست به نهادهای سرمایه گذاری در واقع بازی کردن. حاصل این امر چه میشه؟ حاصل این امر مجموعه ای از بحرانهای مالی است. این بحرانها از 1990 در ژاپن آغاز میشه با بحرانهای سال 93، 95 و 97 که به ترتیب به تکیلا، سامبا و تکیلا و سامبا آرژانتین، مکزیک و همینطور بحرانی که در LCM در ایالات متحده آمریکا 1997 انجام میشه. 1998 بحرانی که موسوم هستش به JKO، یعنی اوراق قرضه روسیه هستش و این میاد تا 2001 حباب در واقع اینترنت که ورلدکام در 2002 ژوئیه آوریل 2002 که این بحران رو انجام میده. بحران‌های سلسله‌واری که آسیای جنوب شرقی رو در می‌نورده، آمریکای لاتین رو در می‌نورده و دامن روسیه و آمریکا رو هم می‌گیره و نهایت این بحران 2008.
2008 شکست کامل الگوی سرمایه‌داری نئولیبراله. باید اینجا چند تا نکته رو بگم. شکست علائم بحران. قبلاً در طول این فاصله 90 تا 2008 وجود داره. ولی صرفاً بحران نیست. یک دوره رونق 12 ساله ما داریم در آمریکا که از اواخر دهه 80 شروع میشه 1989 و در سال 2001 یعنی حدود 12 سال خاتمه پیدا میکنه. این دوره رونق رو میزان متوسط رشد اقتصادی آمریکا 3 تا 3.5% اگر این رو بخوایم با دوره رونق بعد از جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم شاهد 3 نکته مهم هستیم. نکته اول، رونق فاصله 45 تا 68 5% به طور متوسط. تاریخ بشری کمتر یک همچین رقمی رو دیده بود، تاریخ کل سرمایه داری. برای این مورد میتونید رجوع بکنید به کتاب آنگوس مدیسون در مورد توسعه سرمایه داری که ارقام این دوره رو میده. تا قبل از اون ما بیشتر از متوسط 2.5% داشتیم، یعنی از زبای سرمایه داری صنعتی 1820 تا 1982 متوسط 2.5%. ولی اگر این 30 سال رو که موسوماً به 30 سال طلایی در نظر بگیریم 5%. خب وقتی که من میگم دوره رونق نئولیبرالیسم از 89 تا سال 2001 3%، میتونید بگید که این رونق خیلی ضعیفتره، خفیفتره تا رونق 5%. دوم، رونق دوره 30 ساله بعد از جنگ شامل همه کشورهای صنعتیه، یعنی از نه تنها فقط اروپا بلکه آمریکا و ژاپن. و حال اون که رونق دوره اخیر فقط شامل حال آمریکاست، نه اروپا به طور مستقیم بلافاصله ازش متوقع شد و نه ژاپن که در اون دوره دچار گرفتاری‌های جدی بود. بنابراین همزمانی رونق هم نیست. و سوم که حائز اهمیت، طول دوره رونقه. رونق بعد از جنگ جهانی دوم 30 سال به درازا میکشه. طولانی ترین رونقی است که ما شاهدش بودیم. به همین دلیل پاره ای میگفتند دیگر دوره بحرانها در نظام سرمایه‌داری به سر رسیده. حالا اینکه دوره رونق آمریکا 12 ساله. خب من اینها رو دارم میگم اشتباه نشه. برخی تصور میکنن وقتی از نئولیبرالیسم صحبت میکنین فقط مترادف غیر صنعتی شدنه، مترادف با فقدان رونق. خیر، نئولیبرالیسم درسته که پایه مالی محکمی داره، ولی تمام آمارهایی که امروز با اقتصاددانا در دست دارن و آخرینش رو ما در سال 2012 از طریق جورنال آف اکونومیک پرسپکتیو به اصطلاح به انتشار رسیده با دقت تمام، ما شاهد رونقی هستیم که ترکیبی هست از به اصطلاح صنعت نو، خدمات نو در زمینه مخابرات ITC، در واقع انقلاب تکنولوژیک و ارتباطی که حاصل شده تکمیل میکنه با این ماجرای سرمایه مالی. بنابراین اصلا این فکر که بعضی من دیدم دوستان در مصاحبه های خودش گفته از اونجایی که غیر صنعتی نئولیبراله، اینها ساده سازیه. من واقعا دوستان رو دعوت میکنم به تأمل در موردشون. حالا من میخوام بگم که این علارغمی که رونق کوتاهی داشته، در مجموع سرمایه‌داری رو با بحران‌های بسیار جدی مالی روبرو کرده که در دوره پیشش نبوده. آیا تونست نقش دولت رو کاهش بده؟ جواب نست. در سال 1960 مجموعاً 5% از تولید ناخالص ملی آمریکا صرف اون چیزی میشد که موسوم بود به سوشال سکیوریتی، همون چیزی که تأمین و امنیت رفاه اجتماعی. این رقم در 2018 به 20% رسیده. دولت آب نشد، دولت حتی کوچکتر نشد. چه اتفاقی افتاد؟ دولت فونکسیونش، عملکردش تغییر پیدا کرد و من وارد این عملکرد جدید میشم و بحث مفصل تری میکنم. ولی من میخوام یه چیز رو خدمتتون بگم. من مقاله‌ای نوشتم درست در همون اکتبر 2008 و این در اطلاعات سیاسی اقتصادی شماره 253-254 چاپ شد در این نشریه. اطلاعات سیاسی اقتصادی غالبا از روش گزارشگر استفاده میکنه در چاپ مقالات، نگاه میکنم. تصورم این هست که من تنها اقتصاددون ایرانی بودم که مقاله‌ای مستقلا در این مورد دادم. خیلی از مقاله ها ترجمه شده در مورد این بحران. من اما تأمل خودم رو در این مورد داشتم و این مطلب من تقاضا کردم از بعضی از سایت ها برای چاپ مجدد. سایت اصل نو محبت کرد و اون رو در سایت گذاشتن و بعد از 10 سال من فکر می کنم لازم هست دوباره این مقاله
نگاهی بهش بشه و یه تأملی بشه به پرسش هایی که اون مقاله مطرح میکنه. چرا؟ چون در اون مقاله تیتر اون مقاله رو من گذاشته بودم. تیتر اون مقاله عبارت بود از این: بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه‌داری نئولیبرال توی پرانتز آمریکایی. خب من توضیح میدم رابطه دولت رفاه و چرا از بطن دولت رفاه و تناقضات دولت رفاه نئولیبرال زاده میشه. نئولیبرال هم پدیده خلق السایه نیست. نئولیبرالیسم هم ناشی از تناقضات دولت رفاه است. خب و من بعد از توضیح این قصه بحران، اشاره به بحران‌های نئولیبرالیسم، میگم نئولیبرالیسم امروز شکست خورده و با این جمله در واقع نتیجه گیری میکنم. اجازه میخوام که این پاراگراف رو بخونم برای اینکه تمام نکته در اونجاست. به گمان من و به گمان ما 10 سال پیش این مطلب، اهمیت بحران کنونی با ابعاد تاریخیش کمتر از فروپاشی دیوار برلین در 1989 نیست و دست کم از 3 جهت اون را میتوان با اون چرخش جهانی تاریخی سنجید. الف، بحران مالی کنونی پایان نئولیبرالیسم یا الگوی آمریکایی سرمایه‌داری را نشانه می‌زند. به همان سان که فروپاشی دیوار برلین پایان سوسیالیسم نوع شوروی را رقم می‌زند. ب، بحران مالی کنونی چشمانداز پایان برتری جهانی آمریکا را می‌گشاید و گذار به سوی جهانی چند قطبی را سرعت می‌بخشد. جیم، بحران مالی کنونی پیامدهای سیاسی چشمگیر درباره حضور نظامی آمریکا در سطح بین المللی دارد و به اصطلاح نظام تازه جهانی مورد ادعای آمریکا را زیر پرسش می‌برد. و من 2 تا از این 3 تا رو در بحث خودم نشون میدم. چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه وقتی دوستان ما امروز از نئولیبرالیسم صحبت می‌کنند، از توافق واشنگتن در این دوره 90 تا 2000 یاد میکنند، این رو دنبال نکردند که نئولیبرالیسم دچار بحران عمیق شده و الگوش شکست خورده. ما امروز شاهد دوران بعد از نئولیبرالیستیم و به اضافه اون باید بگم که لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم دچار یک بحران عمیقه، چه از نوع کینزگراش و چه از نوع میلتون فریدمنش، پول محورش. ما با یک دوره بحران لیبرالیسم روبرو هستیم. برای اینکه متوجه این بشیم که من اصلا از خودم این ادعا رو نکردم، کتب بسیار زیادی هست راجع به بحران لیبرالیسم، یکی بعد از دیگری داره میاد بیرون. به مهمترینش اشاره میکنم، به نشریه اکونومیست که از اولین نشریات تاریخی لیبراله، یعنی زمان کی؟ زمان پایان دادن به انحصار قله و سردمدارش ویلسون و بیچهات در واقع اون رو اداره کردن. استوارت میل در موردش به اصطلاح در اونجا مداخله داشته. این نشریه 175 سال از حیاتش میگذره در سال 2018، برای اینکه 48 این در واقع در آمد این نشریه. و این نشریه سرتیتر شماره 15 تا 22 سپتامبرش اینه: پلتفرمی جدید برای لیبرالیسم. و با شناخت این امر که لیبرالیست دوچار کانسرواتیسم شده، دوچار بحران و شکست شده و باید خودش رو دوباره تعریف کنه. خب من میخوام بگم که چه چیزی از این قصه بیرون اومده. چیزی که از این دوره بیرون اومده برخلاف اون چیزی که به لحاظ دکترین لیبرال ها درش مطرح میکردن، دولت کنار نرفته، دولت در اقتصاد باقی مونده، ولی دولت تبدیل شده به یک مجموعه از مافیا که شروع میکنه به غارت شخصی اموال دولتی به وسیله طبقه سرمایه‌دار خصوصی و یک جور همدستی صاحبان سرمایه به علاوه صاحبان قدرت. دولت به معنی واقعی کلمه خریداری شده به وسیله طبقه بورژوا و باندهای طبقه بورژوا و امروز به عنوان دستگاهی که زمینهای کنترات‌های پر آب و نان رو برای بخش خصوصی و افراد ایجاد میکنه اون رو حاصل میکنه. خب نمونه بیاریم برای اینکه قصه روشن‌تر بشه و این از کجا شروع شد. نمونه برجستش همین لشکرکشی و اشغال عراق. ببینید عراق رو وقتی 2003 اشغال کردن، از 6 ماه پیش قراردادهایی
بین دولت بوش پسر و هالیبرتون، یکی از مهمترین کمپانی های آمریکایی، برای بازسازی اقتصاد آمریکا، اقتصاد عراق ساخته بودن. وقتی اینا حمله میکنن به عراق بی علت، به ظاهر هم تمام شبکه های زیرساختی عراق داغون میکنن، تمام آب، برق، هر چیزی که شما فکر کنید، دستگاه پلیس، دستگاه مخابرات، مدارس، بهداشت، بیمارستان، چرا اینقدر نابود میکنن؟ در ظرف 7 و نیم بی وقفه عراق رو بمباران میکنن. البته این پروژه بعدا در لیبی هم اجرا میشه، خب در سوریه هم اجرا شده، به یک دلیل ساده، برای اینکه میخواستن مسئله بازسازی دوباره عراق رو به بخش خصوصی بدن، خب، و به این دلیل داغون کردن که برن اونجا بعد بازسازیشو به عهده بگیرن. این جنگ به آقای استیگلیتس که یکی از برندگان جایزه نوبل هست و خانوم بیلمز کتابی نوشتن در سال 2009 که این کتاب موسوم شد به جنگ 3 تریلیون دلاری. وقتی محاسباتشون رو میبینید میگن مجموعه جنگ عراق و افغانستان 5 تریلیون دلار هزینه برداشته. خب این جنگ خصوصی بوده، خصوصی ترین جنگ دنیاست. یعنی اگر شما تعداد افراد شخصی رو، مرسنر رو، مزدبگیرها رو، مزدوران جنگی رو و دیگر کارمندان بخش خصوصی رو نسبت به سربازان دولت آمریکا نگاه کنید، مثلا در جنگ جهانی دوم این نسبت 1:7 بوده، یعنی 1 خصوصی 7 دولتی. در جنگ عراق 1:1. این جنگ اساسا با وام‌های خصوصی، بخش خصوصی و مداخله اونا اصلا انجام شده. اگر شما با دقت نگاه کنید می‌بینید یاد شما رو روم باستان میندازه. وقتی که دوره انحطاط امپراتوری روم آغاز میشه، دستگاه دولتی فقط مناسبی برای کسب آب و نان بودن و قراردادهای پرسود. لشکرکشی میشده به جاهای مختلف برای اینکه برده‌ها رو از قبل، برده‌های اسیران جنگی رو به عنوان برده بفروشند به این یا اون کمپانی گلادیاتور، به این یا اون پلانتاسیون کشت چیز معادن برای به اصطلاح حفاری معادن. خب شما عیناً این رو در مورد جنگ‌های خاورمیانه شاهدش هستید. و من حالا اضافه می‌کنم آقای ترامپ رو در نظر بگیرید. خاشقچی رو در واقع قطع کردن در سفارت به اصطلاح عربستان سعودی در ترکیه. همه هم اینو می‌دونن. نواراش هم پخش شده. ایشون دم از دم بر نمی‌داره. بن سلمان به هیچ وجه در این ماجرا به گمان آقای ترامپ نقشی نداشته. چرا؟ برای که معاملات شخصی داره، نه با دولت آمریکا، با دولت فقط عربستان سعودی. شخص آقای ترامپ معاملات داره، خانواده آقای ترامپ معامله شخصی داره با خاندان سعود. این قصه رو در مورد رابطه آقای ترامپ با روسیه در نظر بگیریم. روابط شخصی آقای ترامپ هست با کمپانی‌های روسی که توجیه میکنه نحوه رفتارش رو. خب میخوام یه چیزی رو بگم به عنوان سرمایه‌داری سیاسی. سرمایه‌داری سیاسی یا این خصولتی، اون چیزی که حتی در آمریکا ما یه چیزی داریم به نام ریوالوینگ دورز، درهای چرخان، سرمایه‌دارانی که تبدیل میشند به سیاستمداران. شما بنگاه‌های بزرگ داشتید مثل آقای ترامپ، بعد شدید در واقع سیاستمدار، و یا سیاستمدارانی بودند که بعداً دوره بازنشستگی رفتن مدیران کمپانی‌ها شدند. خب میگید که خب این در تاریخ سرمایه‌داری بوده، دولت رفاه هم هست. میگم بله، ولی در اونجا اتفاقا دولتی نقش دیگه ای داشته بازی میکرده. اونجا اگر دولت نقش سرمایه‌داری جمعی رو داره بازی میکنه برای سرمایه‌داران منفرد، الان دولت وسیله تمتع سرمایه‌داران و گروه‌ها و دستجات رقیب سرمایه‌داران شده. به ویژه در این رقابت‌ها هم بخش صنعتی نظامی یک درآمد ویژه‌ای داره، بخش نفتی یک درآمد ویژه‌ای داره. و جالبه که آدمی مثل ترامپ مورد اعتراض بازار بورس نیویورک. یعنی شما اگر نگاه کنید وال استریت نقد داره امروز، دعوا داره با آقای ترامپ. و این یک گرایش جدیده. این گرایش جدید رو نمیشه با خانم هیلاری کلینتون مقایسه کرد. گرایشی که آقای ترامپ نمایندگی میکنه و بازسازی که داره در حزب جمهوری خواه میشه، حاصل اون بحران و کثافت عمیقی هست که در دوره نئولیبرالیسم شکل گرفت و امروز جانور جدیدی حاصل شده درش، جانوری که در غرب به عنوان پوپولیسم راست میشناسنش. نمایندگانش از یک سو آدمی مثل ترامپ هست در آمریکا،
از سوی دیگه آدمی مثل پوتین هست در روسیه، چین در کنارش هست، ویکتور اوبان در مجارستان هست، در چک همینطور هستش و این رو ما در اروپای شرقی میبینیم. به طور کلی نماینده آمریکا فرستاده برای سازمان دادن راست افراطی در اروپا، برای اینکه این جریان خودش شکل بده. خب من و دوست گرامیم ناصر مهاجر این گرایش رو با تفاصیلی اسمشون رو گذاشتیم سرمایه‌داری سیاسی به این معنا، و خب این یه معانی داره. من الان میخوام بیشتر حرفم رو همون نکته اولم متمرکز کنم، مفهومی که ما به بی‌دقت داریم ازش استفاده میکنیم به عنوان نئولیبرالیسم. این جریان فاشیست نیست هنوز، ولی این جریان بوی بسیار بدی ازش بلند میشه. تدارک یک گرایشات جدیدی هست، میشه بهش به عنوان جوری از تدارک نوعی از فاشیسم یاد کرد. من این رو با زست قاطع میگم وقتی اشاره میکنم به این که این گرایش از یک سو دموکراسی لیبرال رو زیر سوال برده و در غرب با اون رو به عنوان امروز دموکراسی غیر لیبرال یا ایلیبرال دموکراسی نام میبره. به این اعتبار اون چیزی که آقای فوکویاما با خوشبینی تمام لیبرال دموکراسی رو پایان تاریخ دونسته بود زیر پرسش میده. لیبرال دموکراسی پایان تاریخ نبود. امروز فوکویاما هم این رو قبول داره میکنه. چرا که خود لیبرال ها پذیرفتند و میپذیرند و فریاد میکشند. لیبرالیسم قدرت اصلاحگریش رو از دست داده. لیبرالیسم قدرت نزدیکیش رو با مردم از دست داده، تبدیل شده به یک الیت جدا از مردم، بخش مهمیش ادغام شده در دستگاه دولتی و محافظه‌کار، لازم خودش رو بازسازی کنه. یکی از چهره های این بازسازی البته در فرانسه است، آقای مکرون، که نشون میده خروج از نئولیبرالیسم نیست. این شبه انقلابی که در فرانسه داره میشه به عنوان ژیل ژون، کسایی که جلیقه زرد میپوشن، نشان میده باز بحران نئولیبرالیسم رو تا هستی جوابگوی نئولیبرالیسم رو، و متعرضینش هم طبیعتاً میتونه همون اندازه که از یک سو جریان چپ باشه، جریانات خطرناک با گرایشات شبه فاشیستی یا سرمایه‌داری سیاسی مثل خانم لوپن باشه. خب من در واقع میخوام بگم که این گرایش سرمایه‌داری سیاسی با دو مؤلفه مشخص میشه. یک، به هیچ وجه مدافع سرمایه‌داری رقابتی نیست ابدا، کاملا مدافع انحصاره، به شدت از زد و بند سیاسی هم دفاع میکنه. اساسا برای بخشی از اون کمپانی هایی که وارد هشت و نشت و داد ستدن با دستگاه دولتی امتیازاتی قائله، چه مایکروسافتش در این همین قصه براش پیچاک بوده در دعوا با اپل، چه در مورد شرکت های دیگری که در بخش نظامی هستن این کار اتفاق افتاده و اینا تعدادشون بسیار زیاده. یه رابطه بدوبستانی ایجاد شده که توی این رابطه بدوبستان جلوی اتفاقا رقابت برای نوشدن بازار رو میگیره و میزان کارایی بازار رو به شدت کاهش میده. و از سوی دیگه در حوزه سیاسی با گرایش به سوی ارتجاع، به سوی دموکراسی غیر لیبرال مشخص میشه. شاید به این اعتبار بشه گفت اصطلاح امپریالیسم معنای خودش رو در یک دوره خاص دیگه پیدا میکنه. اصلا قصدم این نیست که بگم این همون چیزیه که لنین اشاره میکرد. بحث امروز اصلا این سرمایه‌داری صنعتی با بانکی ادغام شده، یا بهتر بگم هیلفردینگ، برای اینکه لنین از اون اقتباسای سیاسی بسیار جالب و قابل تأملی رو در میان بین الملل دوم بیرون کشیده بود، ولی فکر اندیشش مال هیلفردینگ بود. و در اون این نیست، این بازار بورس بوده و امروز بازار بورس هم گرفتاری پیدا کرده. و به هیچ وجه فقط مسئله گلوبالیزاسیون نیست. اونایی که فقط رو گلوبالیزاسیون در واقع اشاره میکنن فراموش میکنن نقشی رو که دولت در تمام طول این مدت بازی کرده، نه فقط به عنوان کمیته مشترک بورژوازی، غیر به عنوان وسیله غارت. من فقط چند تا اقتصاددان برجسته‌ای رو که وجود داشتند و راجع به این قصه دولت توجه کردن به عنوان دولت غارتگر اشاره میکنم. یکی آقای استیگلیتس رو باید ازش اشاره کنم و یکی از آقای گالبرایت باید اشاره کنم، پسر گالبرایت، جیمز گالبرایت، اسم کتابش رو گذاشت پریدیتری استیت. درست، من کارهای خودم تماماً در سال 2004 به این سوی کاملا متوجه دولت غارت کرده. از این زاویه است که من روی مفهوم دولت غارت کرد تاکید ویژه‌ای دارم، و این مفهوم دولت غارت کرد نه در ارتباط با نئولیبرالیسم، بلکه همچنین با بحران نئولیبرالیسم و همچنین بحران لیبرالیسم باید فهمیده بشه.
بعد از این گفتار میخوام یک لحظه مکث کنم لیبرالیسم در کشور ما چی هست. اگر که شما پرسشی داشته باشید ممنون میشم اینجا پاسخ بدم، ولی در این حال فکر میکنم باید این صحبت رو در سطح ایران یه مقداری بیشتر روش مکس بکنم و خواهشم این هستش که اگر بتونیم روی این قصه هم یه مکسی بکنیم و ماجرای لیبرالیسم درید. حتما متاسفانه با توجه به اینکه حدود فکر کنم هفته دیگه از وقت برنامه باقی مونده، اگه اجازه بدید ادامه این بحث رو به گفتگوی دیگه بگذاریم، به نوبت دیگه بگذاریم. الان فقط یک بازگشت کوتاهی بکنیم به ایران و اینکه بحثی که در رابطه با سرمایه‌داری سیاسی می‌کنید در ارتباط با ایران به چه شکل معنا پیدا می‌کنه، بخشم وارد شدید، و اینکه اساساً این مسئله اصلاح پذیر بودن این نظام یا اصلاح ناپذیر بودن اون رو به چه معنا وارد بحث می‌کنه. من فقط اگر اجازه بدید یک تیکه ای رو که در... چون اگر میخواییم این یک جای دیگه بحث کنیم دوباره، پس بذاریم این بخش جهانی به یک جایی برسه، اون یکی رو باز به وسیع‌تر راجع به ایرانش رو بحث کنیم. یعنی این ماجرای غرب رو که آغاز کردیم، جهانی آغاز کردیم، به نهایتش برسونیم. یا مثلا شما مثلا نکاتی که اگر داشته باشید اینو ببندیم، بعد یه مطلعی رو آغاز کنیم که بگیم ادامه این بحث در جلسه بعدی مثلا. با کمال ببینید، من دوچار تعجب میشم وقتی که در مباحثی که راجبه در ایران انجام شده راجبه نئولیبرالیست عبارت اینچنین رو پیدا میکنم: نئولیبرالیست در اروپا و آمریکا اگر برای اعاده قدرت طبقاتی به طبقات فرادست بود، در ایران برای تکفیر قدرت طبقاتی طبقات فرادست بود. جمله رو توجه کنید، نئولیبرالیست در اروپا و آمریکا به این معنا دیده میشه که میخواستند قدرت طبقاتیشون رو، طبقات فرادست، اعاده کنند. گویا این قدرت رو در دوره دولت رفاه از دست داده بودند. بنابراین نئولیبرالیست رو یک جوری بازگشت به قدرت طبقی فرادست میدونند. نئولیبرالیسم اومده که در واقع اون چیزی رو که طبقی فرادست در دوره دولت رفاه از دست داده بود رو باز پس بگیرند. خب این کسی که این رو حرف رو می نویسه واقعا فکر میکنه سرمایه‌داری دولتی همون سوسیالیسمه. متاسفانه در کشور ما و در سطح بین المللی یک نقطه اشتراکی بین استالینیسم و سوسیال دموکراسی وجود داره و اون پرستش سرمایه‌داری دولتیه. این دوستان وقتی از به اصطلاح اموال عمومی صحبت میکنند، املاک دولتی مد نظرشون. من این رو در ماجرای نیشکر هفت‌تپه هم دیدم. گویا مثلا فرض کن اگر دولتی بشه ما داریم به اموال عمومی برمیگردیم. معنیش چی آخه؟ مگر این بخش قبلا دولتی نبوده و گرفتاری های دولتی بودن این رو وادار نکردن برای فروخته شدن ها؟ چه گرفتاری بوده در بخش دولتی؟ واقعا اموال عمومی بوده نیشکر هفت‌تپه. و جمله بعدی هم فوق‌العاده است: برای تکفین قدرت طبقاتی طبقات فرادست در ایران انجام شده. یعنی در ایران طبقات فرادست قدرت طبقاتیشون رو از دوره آقای رفسنجانی گرفتن. خب این چه توهمیه که ما داریم تبلیغ میکنیم نسبت به اصل 44 قانون اساسی ایران؟ به این که گویا در دوره قبل از آقای رفسنجانی قدرت در دست طبقات فرودست بوده در ایران؟ یعنی چه؟ به نظر من یکی از مشکلات ما در فهمیدن ماجرای نئولیبرالیسم این نگاهی هست که از دولت محوره و فکر میکنه که با دولتی شدن اموال عمومی میشه، با دولتی شدن طبقه کارگر دوچار یک جوری برخوردار از یک سری امنیت میشه، و به اصطلاح این نگاه به نظرم یک گرفتاری بسیار مهمیه. اجازه میخوام این نکته رو با دعوت به یک نکته دیگری بدم از جانب مارکس. میدونید که مارکس در مورد انقلابات کارگری در سه کشور اعتقاد داشت میتونه این انقلاب به صورت غیر قهرآمیز انجام بشه و چه بسا از طریق انتخابات. این سه کشور عبارت بودند از ایالات متحده آمریکا، هلند و انگلستان. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دولت در اونجا کوچکه.
مارکس واقعی 1988 پایان قرن 19 هم. یعنی در فاصله ای که در واقع در آمریکا ارتش حرفه‌ای شکل میگیره رو در واقع شاهدش نبود. ارتش حرفه‌ای در ایالات متحده آمریکا حتی برای اخراج انگلیسی ها در دوره استعماری استفاده نشد. 1776 در اون زمان از میلیس آمریکایی‌ها استفاده کردند. میدونید در میان اقتصاددانان کلاسیک مثل آدام اسمیس و ژان باتیسته اختلاف نظر بود که چه نوع دولتی با چه نوع ارتشی کم هزینه تره برای اقتصاد. از نظر ژان باتیسته میلیس بود و از نظر آدام اسمیس ارتش حرفه‌ای. و خب جالب بود کتاب آدام اسمیس ثروت ملل 1776 منتشر میشه. همون سال سال استقلال آمریکاست و آمریکا استقلالش رو از انگلستان کسب میکنه بدون ارتش حرفه‌ای از طریق میلیس. و این باعث تردید میشه در آدام اسمیس که آیا من واقعا درست دفاع کردم از ارتش حرفه‌ای؟ آیا میلیس واقعا نقش خودش از دست داده؟ میخوام بگم در زمانی که در واقع مارکس راجع به آمریکا مطالعه میکرد هنوز با یک کشوری روبرو هستید که نه درش بوروکراسی هست و نه درش در واقع ارتش حرفه‌ای. و این در واقع زمینه ای هست که آمریکا رو برای مارکس جذاب میکنه. من میخوام از گرامشی صحبت کنم. گرامشی در یادداشت‌های زندانش فصلی داره در مورد آمریکا گرایی و فوردیسم. و میدونید فوردیسم رو به چه عنوان میاره؟ میگه فوردیسم میتونست در آمریکا شکل بگیره چون در اونجا بنگاه فعاله نه دولت. اروپایی ها گرفتاری دارن با فوردیسم برای اینکه دولت که میراث فئودالیته است در اروپا یک زنجیر بزرگیه که جلوی کارایی رو میگیره. مارکسیستا درشون یک ترادیسیون، یک سنت به اصطلاح امروزی آنارشیستی وجود داره، ضد دولت وجود داره، لیبرتاریان وجود داره، با نقد عمیق دولت مشخص میشه. یک مارکسیسم دولتی شکل گرفت در موازات سوسیالیسم دولتی که ما بارقه ها و هنوز زندگیش رو در میان ادبیات این نوع از چپ میبینیم و در میان یک دسته از به اصطلاح محققین اونم متاسفانه میبینیم. مرتبا صحبت میکنن چرا دولت چیز بسیار خوبی است، بزرگترین دستاورد تاریخ بشری است. و حتی موقعی که راجع به دموکراسی شورایی دارن صحبت میکنن میخوام بگم چرا فقط دموکراسی پارلمانی میتونه زندگی کنه، اصلا شورای غیر قابل اجراست. خب این گرفتاری بسیار جدی که ما باید روش تحمل کنیم. این دوستان طبیعتاً نه با سرمایه‌داری سیاسی میتونن نسبت بهش حساس باشن و نه میتونن از دولت رفاه چیزی جز نوعی از سوسیالیسم بفهمن. و من میخواستم توجه رو به این نکته جلب کنم که ما یک بازبینی بسیار عمیقی در چپ خودمون احتیاج داریم راجع به یک مفهومی مثل لیبرالیسم، مفهومی مثل نئولیبرالیسم و نیز نقش دولت هم در نظام سرمایه‌داری و هم به عنوان کسانی که از اندیشه انتقادی و رادیکال دفاع می‌کنند. یعنی از یک نوع کمونیسم. من برای من اون چیزی که مهم هستش اندیشه به اصطلاح ناقده، اندیشه به اصطلاح نقد کننده است. این هم فقط خاصه این نقد لیبرال هم اصلا برای مهم نیست که هم یک بخشی از لیبرال‌های لیبرتاریان مطرح می‌کنند و یک بخشی از کمونیست‌های لیبرتاریان مطرح می‌کنند. چه خوب که مسئله نقد در مورد دولت فقط به جریان سوسیالیست و کمونیست محدود نشه. بسیار خوبه ما یک در واقع در یک زمینه‌هایی باید همزبان باشیم. من حتما اگر در فرصت دیگه‌ای در مورد ایران و لیبرالیسم صحبت بشه یقینا روی این مکث خواهم کرد که چرا ما زبان‌های مشترکی داریم، زبان مشترکی داریم در کشورمون با لیبرالیسم، کجا داریم و کجا زبانمون از همدیگه متفاوت میشه. و این رو با کمال میل در خدمتتون خواهم. سپاسگزارم. مهداد وهابی نویسنده، پژوهشگر و استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس. حتما با توجه به اینکه سوالای زیادی هم به وجود اومد و دوست دارم که بیشتر با این رابطه صحبت بکنیم، در فرصت نزدیکی دوباره در خدمتتون خواهیم بود اگر فرصت برای شما هم وجود داشته باشه. طبیعتا ممنونم از شما که با ما بودید و ممنون از بینندگان عزیزی که ساعتی از روزشون رو با ما گذروندن. با تشکر از شما آقای ارجمندی و با تشکر از همه اون بینندگانی که حوصله تعقیب این صحبت رو داشتن. ممنونم. سپاسگزارم.